تماس بگیرم. سلام علیکم کاکو فهیم، خوب هستین؟ صحت شما خوب، بخیر هستی؟ انشاءالله من یک 5 دقیقه هم اینجا منتظر می باشم تا که خودت هم بیایی. درست است، بخیر، سلامت. اولو بولو چند هستی؟ در پا تا که کاکو فهیم بیایی مجبور ما همینجا هم تا بگردیم و یکان چیز پیدا کنیم بخوریم و منتظرش باشیم. زیارت تمیو صاحب انصار و جابر انصار، جایی که دو صحابی جلیل قدر و جمع از کسایی که اینجا بودند در سال 44 هجری در دامنه کوه شیر دروازه به شهادت رسیدند و در همین جا هستند. بله رسیدیم و اینجا هم یک هنری که هست فعلا تازه اینجا مرمرکاری شده که سبک فعلا است و اینجا هم تعمیر است و تعمیر که هست همونطور با مو شکل سابق مانده. فهیم هستم، خوب است، بخیر است. صد خوب، بخیر است انشاءالله. جان جور است. همه خوب است. بخیر آمدی. دیار خوش آمدید. بخیر باشین. سلامت باشین. واقعا که آمدم امروز گفتم بسیار اینجا تفاوت و تغییرات هم زیاد آمده. های کاکو فهیم خوب است. خدا با دوستا و بیندام معرفی بکنی. اسم احمد فهیم است. مجاور زیارت 56م. و در ضمنش نماینده از مردم هم هستم. نماینده از این مردم هستم دیگه. ما امروز ما اصل نفر را پیدا کردیم که برای ما معرفی بکنه و همراه با ما باشه. بیخم و یکان تو میگه که دلم نارام شده رفت، مایل شده رفتم که بریم زودتر داخل زیارت تمیو صاحب انصار. صحابه کرام هستن. دقیقا. خدمت بینندگان تلویزیون طلوع، خدمت از اینا به عرض میرسنم که مقبره را که میبینه دو صحابه جلیل قدر اینجا خوابیدن و در وقت خلیفه سوم اسلام اینا اینجا جهاد کردند و بیرق اسلام را در سرزمین افغانستان به اعتزاز در آوردند که این را بر ما به میراث ماندند که تا حاجی بیرق و حاجی خون شهدا اراست و محافظت بکنیم. بسیار خوب، بریم ببینیم داخل. هم بفرمایید. بفرمایید. توت هم گرفتنه ایتا؟ توت زمینی، یعنی توت مجنون توت میگنید. مجنون توت؟ بله. سابق دیجه شخص بزرگوار بنام آج زاهر مجاور ازی بود. دو مبارکان این قبای شما است. یکی جابر انصار، یکی تمیم انصار. تمیم انصار. بس بعضی ها میگن جابر انصار. امو نام کنیشان است. تمیم، اصلا نامشان جابر انصار و تمیم انصار است. بره. بیشتر میبینیم و کنفایم اینجا دیگه دست خورده نی؟ بله. ابتدا به چی شکل بود؟ من یک تصویر از این در کتاب میریم غلام محمد غبار دیدم که اینمی مقبره مقبره چوبی عادی که ممکن رسام از اون بالای قول ادیجان هیل رسامی کرده و یک دو ملنگان در پایین پایزی ششته یک دو مقبره عادی خاکی که صحابه جلیل قدر بازی را در وقت نادرخان اینا گرفتن این عمران مجدد کردن و این را ترمیم کردن. اینی سجره مبارک هاسته. بله. تاریخچه حضرت تمیم انصار و حضرت جبیر انصار. جبیر انصار. رحمت الله علیه. در بین سالهای 28 و بالاخره هم که در سال 44 به درجه شهادت رسیدن. بله. خب اینجا هم باز مسجد است. بالاش مسجد است. مسجد است که ما در داخل از این مسجد قرار داریم. این مسجد مربوط به خود زیارت مبارک میشه که بعض برادرها که من که نمازهای شکرانه و نافله میخوانن اینجا میخوانن. باز نمازی که کل شهریان کابل به خاطر جماعت نماز جمعه باز در بالا قرار داره. که امامت از این آجی آقای اخبرست لطفل اخبرست میکنه. اما ملا امام تمیم صاحب انصار است. ملا امام تمیم صاحب انصار. فکر میکنم که اولین کسی هم که اینجا امامت کرد مولای صاحب قاری محمد عمر جان. قاری صاحب محمد عمر جان بود. قاری صاحب محمد عمر جان که هم ملا امام عرب بودک در وقت زمانش. باز و هم شوای 27 ختمایی که در ماه مبارک رمضان اینجا صورت میگرفت و نظرات و خیرات ها بشد و حضور قاری صاحب محمد عمر جان حتمی بوده ایش. بسیار خوب. حالا به روزای جمعه بعد از نماز جمعه ختم قرآن کریم و حلقه ذکر است اینجا. هر جمعه اینجا بیشترم براتون عرض رسانم که شهریان کابل به خاطر حرمت گذاری به خون شهدای صالحین نماز جمعه را همینجا ادا میکنن و به امامت لطف الله اکبر است. بسیار خوب. و فکر میکنم که اینجا را که شهدای صالحین هم میگن به خاطر
زیارت تمیم صاحب انصار و جبیر انصار. بله این طور است. در وقت خلیفه سوم اسلام حضرت عثمان غنی رضی الله عنه جا صورت میگیرن، 72 صحابه کرام اونجا ده قبر دفن است. توتا توتا او به نام بابای چلگزی یاد میشه. در کتاب دکتر صاحب ناصر قرقش و دکتر صاحب ابراهیم خلیل به نام لالجبه بلند کمال یاد شده که 72 صحابه کرام اونجا شهید شدن. و این کوه که جوار زیارت پنجشا است، همین کوه رو ببینید که از بابای ارغوانا از بین سنگ ها ارغوانا سر زده، اصلا در اونجا کلش خون شهیدای شهدای سالین ریخته. قدم به قدم شهدای سالین که میگردی کلش خون شهدای سالین ریخته. و جهاد اسلام در مقابل الحاد و بودایزم و کفر از همین جا شروع شده. از همین جا شروع شد. از همین جا شروع شد. که گذشته ها اینجا جایی بود که عمود گپ خودمان که پیشتر گفتین عمود درختای ارغوان یک محل تفریحگاه برای مردم بود. خب مردم با قصد زیارتگاه صحابه کرام که می آمدن یک لقمه نان خود را به حرمت گذاری که ما نان خود را باید در جوار قبر تمیم انصاری بخوریم یک نیت واره میکردن. کاکو فاهم بسیار زیاد تشکر. قابل تشکر میست. جای دیدنی هنوز هم باقی مانده، جای تاریخی و جایی که ما میخواییم بریم، اما قبل از اون میخواییم که کاکو فاهم یک دعا هم بگیریم و بعدش هم بریم انشاءالله. بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خدای شهیدای پاک، خدای تعالی ما را به درجه شهادت نصیب گردین. خدای تعالی وطن ما را آرامی بسیز. خدای تعالی اسلام را سرفراز داشته باشی. ربنا تقبلنا منا انك انت السميع العليم ورحمتك يا رب. ای نمک دم شده؟ دم شده خود نیتی بوده دیگه نمک و این خاک تنه کیست؟ هرگز نشده زید اینجا مامتو ازموش سبک قدیم که همون تو بوده همون تو مانده دیگه. مانده. و این مقبره با فامیل سراج تعلق میگیره. که از خانواده امیر امان‌الله خان. خانواده سراج تعلق میگیره با فامیل های امیر امان‌الله خان. فامیل های امیر امان‌الله خان که اینجا هستند. بله. خب آمدیم اینجا هم که اینجا نوشته هم نداره. سلام برسه بدرا. خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ بخیر هستین؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ دوباره اینجا بر ما بگو کاکو فهیم. باسو جان اون مقبره سلطنتی دیگر که رفتیم شما نزدیک مشاهده کردیم اونجا به فامیل عنایت الله خان سراج تعلق داشت. و اما سالهای که عمر مده شهادت تیر شده این مقبره کتیبه نداره و چیز که تاریخ نداشته باشه با دوستا معرفی کرده نمیتونیم. نمیتونیم. دقیقاً معلوم میشه که از زمان بسیار قدیم است. قدیم است. به می شکل مانده. مانده. شما هم خوب هستین برادر. صحتتان خوب است. جمع از هموطنای ما اینجا آمدن که همون یک تربوز و گلاس و چای و آمادگی برای نماز جمعه دارن. دارن بله. بخیر و سلامت باشین. بریم خیلی کاکو فهیم که دوستا و هموطنای ما رو منتظر نمیمونه. میریم به طرف پنجه شاه. بخیر. بفرمایید. زیارت پنجه شاست باسه جا. اینجا زیارت پنجه شاست که اصلا دیگه کاکو فهیم مجاور امین زیارت است. بسیار خوب. این درخت چقدر مقبول از اینجا؟ این درخت ارغوان است. این درخت ارغوان است. ارغوان است که در لابلای امین دیوار جا به جای شده. جا به جای شده. بله. بسیار خوب. بریم. و اینجا. اینجا را چقدر خوب گلکاری کردین؟ باغوانش سمرجان است. بسیار خوب. بسیار خوب. و اینا من خبر دکتر صاحب سرور جو است. که یگانه مبارز حقوق های مردم مستضعف دوره زادشاه است که در زندان دیمازنگ جای وقف کنید. بسیار خوب. دامنه کوه شیر دروازه و او هم
دند شهدای صالحین همتاس دامنه کوی زنبورک زنبورک زنبلک زنبلک شاه بالکل و اینی کل اشمت خانم بالای سار کابل بالای سار کابل بله واقعا که هیچ یک آب و هوای بیخی متفاوت و دلپذیر زیاد فضای بسیار خوشایند اولین بار است که ما کابل با یک نما و زیبایی میبینم زیبا داد که واقعا تسر بریم بخیر من داخل زیارت پنج شاه این پنج چنار است که اضافه تر از 700 سالش از سال عمرش است اوه این پنج چنار یعنی این قدر قدامت زیاد است بسیار اصلا این چپه شده اصلی ازی نگستن که بسیار قوی بود اجازه است من یک بار بالا شما بالا شو بالا شو پنج چنار اگر دو نفرم باشه اینجا ایره بغل بکنه نازم نمیتونه بر بسیار کلان بلکل این قدر یعنی این درخت دیگه عمر قوی داشته بله خشکم شده باز جایش بله او خود طبعا خشک میشه باز در جایش دیگه سبز میشه سبز کده بلکل خیلی زیبا بلکل و این هم که اینجا هم تو در هر جایی که باس جان نظرگاه سخی شای اولی هست یک پنجه چنار حتما هست اما خوب. شاعر میگنه گویان مرتضا اهلی در نجف است یعنی در بغداد است در بلخ بیا ببین چی بیت الشرف است مزار شریف در شعر خود نگه خیلی اینجا چی است گویان مرتضا علی در نجف است در بلخ بیا ببین چی بیت الشرف است جامعه نه عدن گو نه بین الجولین خورشید یکی و نوری آن هر طرف است بشک درود بر پیامبر و اهل بیت پیامبر صدا هم تو چطور اینجا انعکاس میکنه و این ستون بلند بالای سر ما و همچنان این علم مبارک که اینجا قرار داره بریم ببینیم جای کنده زانوی سخشای بیا است کنده زانوی اینک زانو که این در سر سنگ اجدا قرار داشته و در وقت حکومت مغول ها و حکومت شاه جهان که اون مغول ها میشه از اوج انتقال داده شده و در اینجا مونده شده یعنی از وقتی که اینجا هست چقدر دیر میشه؟ حکومت شاه جهان پاشه ممکنه 600 سال میشه 600 سال؟ آه بله اینجا دیگه جای زانو بوده؟ زانو بوده بله اونجا هم جای پنجه است اینجا هم جای پنجه پنجه است این جای پنجه مبارک و ایستم باید نمیشه خب به این شکل من یک امتحان کنم به این شکل اما دوست نه؟ بله بسیار خب و این سنگ هم که بالاست فکر میکنم که متعلق به دوران مغول هاست که به خط سلس کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله است دی نوشته شده و یجاری از اون از دور مغول است از دور مغول است نه و خود از این هم که به یک شکل بسیار زیبا تزیین شده همچنان همی نقشایی که بر روی سنگ است و همی گلایی که به اینجا تزیین شده بله و در وسطش کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله قرار گرفت بس اینجا چند باری دیوارا کاشیکاری شده دوباره به این شکل تزیین شده گفت بسیار خوب است که در وقتی که زیارتگاه در اینجا بوده اصلا کاشی ها وجود نداشته دقیقا و معماری ازی شکل یک گنباز گلی بوده که بازی در سال 1370 که جنگ های تحمیلی در کابل شروع شد و در اثر جنگ های زیارت که کوه زنبورک در روز 1000-2000 توپ ثابت میکرد و این گنباز شکست خورد شکست پیدا کرد کسر شد و باز مسلمان های شهر کابل و کسایی که عقیده مند های زیارتگاه شهدای صالحین بودن باز دست به دست دادن زیارت عمران مجدد کردن شد اینجایش کاشی گرفتن و اصلا این کاشی ها سابق نبود دیوالاش دیوالای گلی بود در وسط یک دیوار بود باز اونو کنده زانو در میراب مسجد اونجا مسجد بودک و در میراب مسجد قرار داشت مسجد هم ویران شد و اینی پنج پنجه مولا علی در داخل یک صندوقچه گلی واره بودک و سابق جبان بسیار تاریک بودک بازی در سال 1374 عمران مجدد شد توسط مردم قلاچه و چندول و مرادخانی بسیار خوب ای کاش ما میتونستیم که با اون شکل ایجای را حفظ بکنیم با اون شکل قدیمی که داشت با اون شکل کهن میتونستیم حفظش بکنیم و باقی میمان اصلا کنم بودجه برای ما پرداخت نشد
این وظیفه از وزارت اطلاعات فرهنگ ریاست آبادات بود که ما را همکاری و یاری میرسند. بسیار زود تشکر کاکو فهیم از اینکه بر ما وقت دادی و کاکو فهیم هم کسی است که اصلا مجاور همین پنجه شاه است و همچنان خدمتگار تمام مردم شهدای صالحین است. خداوند اجر نصیبت بکنه، موفق باشین. قربان شما. عزیز دلم، حالا ما میریم جاهای دیدنی هنوزم باقی مانده، با ما باشین، هی میدان و تای میدان را تعقیب کنید. آمدیم اینجا تا بریم به طرف قبر مرحوم استاد ساروان که آدرس از پوینتر گرفتم، گفتن همینجا هست. نمیفهمم که چون ما نامدیم بار اولم است که آمدیم اینجا. یا مولا دلم تنگ آمده. عبدالرحیم محمودی ساروان در سال 1309 هجری در کابل به دنیا آمد و در پشاور به تاریخ 7 عمل 1373 هجری جان سپارد و در سال 1385 خاکش به وطن برگردانده شد. بله استاد ساروان، آوازخانه که در دل همه جا داره و زمانی هم که عاشق یکی از نواده های ظاهرشاه شد دیگه سرانجام به عشقش هم نرسید و سرحدش به میخانه ها و خرابات رسید. خند که در زندگیش که به آرزویش نرسید، خداوند رویش پر نور بگردانه و کسی است که همیشه وقت در دل تمام مردم افغانستان جا داره و آهنگایش هم همیشه جاودان خواهد باقی ماند. خب بریم حالا به طرف قبر مرحوم احمد ظاهر، با ما باشید. احمد ظاهر، آوازخوان بی‌بدیل، کسی که هرگز آهنگایش بر ما تکرار شدنی نیست و برای تمام مردم افغانستان، کسی که تنها در قلب مردم افغانستان نه بلکه در قلب مردم تاجیکستان، ازبکستان، ایران و بیشتر کشورهای دیگه هم جا داره و خواستم که در این قسمت هم بریم ببینیم از قبر احمد ظاهرم، هرچند که تغییرات زیاد آمده. وقتی که ما می‌بینیم این سنگایی که اینجا جور شده و سنگکاری شده، همچنان همو تفاوت‌های زیادی آمده نسبت به اینکه ما بار قبلی که چندین سال پیش به اینجا آمده بودم و فکر میکنم کسی هم که نگهداری و محافظت میکنه همین هستن. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ بخیر هستین؟ ان شاء الله صحت خوب است. بفرما، صحتمند هستی؟ بخیر باشی، شما جور هستین؟ خیرتی؟ خدا معرفی هم بکو. ما دیگر گل به اصلی جای و منطقه وطن و جای و جایگیر و پدری کندهار است. خب اسم مبارک؟ اسم ما آسیب آقا است دیگه. آقا صاحب آسیب، چقدر دیر است که خودت اینجا محافظت میکنی از قبر احمد ظاهر؟ یار تقریبا 6 سال شد انشالله. 6 سال شد. و امی تغییرات یک ما اینجا دیدم، امی سنگکاری ها و اینا و که کتاره گرفته شده، یاد اگه دمی طول امی چند سال شد؟ ایدم و چند سال این بخیرم و 3 سال پوره میشه. دیگه ای به نام عجی صاحب اتامین اندیوال احمد ظاهر است که پیلا اینجا نیست، در خارج است. به نام عجی صاحب اتامین ایرا جور کده، خدا خیرشان بتا. بریم خیر ببینیم از چرا نی بیاییم بخیر بیاییم. و اینجا هم که نشته است که نظافت، باید نظافت هم مراعات بکنیم. بله بله، اما نشته کنیم. دروازه زیبا که ایره امسال رنگ کدن. آمدیم سر قبر احمد ظاهر، کسی که در سال در 24 جوزای سال 1358 وفات کرد. دیگه خداوند ببخشش. و اونجا هم کس فکر میکنم که آجی صاحب صمد داردار است که دوست صمیمی احمد ظاهر بود که در کنارش فعلا دفن است. اینو بس کاکایش است که اما درم برای احمد ظاهر مرحوم اینی دادا. خو ای کاکایش او خالی است. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت. و اینجا هم کس یک شعری است که فکر میکنم که اینا کار دست نیست دوستا، این کار ماشینای دست ماشین است که اینجا با خط زیبای نستعلیق نوشته شده. دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند،
تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی. ما فکر میکنم که این شعر از سعدی شیرازی است. بله اکثر اینجا نشته است که عطاءالله امین سنبله سال 1390. فکر میکنم عطاءالله امین کسی است که این را حکاکی کرده و همین نوشته را کرده. اندیوالی مرحوم مزایر است. انمو خزمتا و این مصرفا و خدای پاکیرشان بتا این علم خزمت میکنه. ما دواگویش هستیم بیادر گلا. اگر دوستایی باست کسی که اگر نفهمه که این شعر از سعدی شیرازی است فکر میکنه که این شعر شاید از عطاءالله امین باشه. اما تست نه. بله امانی او امو جور کردن او کسی است که اینجا را جور کرده و اینجا را تنظیم کرده. خدا خیرشان باد بسیار. و این هم کس یک بیوگرافی از احمد ظاهر است که اینجا درج شده. واقعا که خیلی تفاوت کرده نسبت به اینکه ما او سالهای قبل اینجا آمده بودیم با جمع از دوستا. فکر میکنم که شاید 10 یا 12 سال پیش بوده و اکنون که تفاوت زیاد آمده. احمد ظاهرم استوره بود که دیگه شاید بعد از این تکرار نشه. بی بدیل بود. آلا چاش شده؟ نانم خوردی یا نخوردی؟ نه بس جندگه میریم همونجا یک تخم کرایی یک تخم یک چیزی جور میکنیم هر چیزی که بود دیگه کتش ما میشه جندگه یک مطل داریم از قدیم میگه چیزی که تیار است همون از یار است همون چیزی که تیار بود میریم دو یک مصطلاح یا میانه بگویم پیتوک میشینیم نوش جان میکنیم نیفیس هست خوب جاست بله خوب سایی دور یا دو دانه؟ دو دانه است. خب بیتا یک شک ما کتیب بخیر بیاییم جای خودی تن است یعنی دیگه سواتر رو کتیم مکو خوب است. حالا خوراک دیگه میشه و خمی تخم است یا یکان چیز دیگر هم یاد داری که پخته کنی؟ نه یاد داریم شکر ایتو چی را زیاد خوبش میپذی؟ باز شوروه خب چقدر باد خانه میری؟ خوب است که یاد بگیری اما را یاد بگیری عملی از ما پرسان کدی نه که چیز روغن دیگ او داشت تو گفتی چیز کنی ما گفتم باشه اویش خوش شوه که روغن پرتیم تو گفتی نی که روغن پرتو باز بسیار غلمغال جور میکنه نی بگیر خیره بندازیم دیگه در روغن روغن هم آماده است پرتو خیلی خودت نه دیگه انداختنش خودت بکوینه خیر ببینی که اما که کمک بخیر باشی در میتون باش روشن کنی یک باز روشن کردی پس گلش کردی نه خو روغن سرخ شد اینجا میگه بودیجه مصرف نشه نه با او خطر نه اینجا گپی تو بود که چیز جور نبود تیار خو سامانه و سیله وسون بود بنجنومی چیزا وسون بود ما گفتم نقدی کن روغنم سرخ شده بود به خاطر از امو دیگه یک سرپوش یک چند کمی مندیم نمکم یک نه آوردیم که کمی نمک پاش میدادیم دیگه خیر مندازیم نمکش مندازیم بخوای نمک شه بیار دیگه خوب برو نمک شه بیار که تو وقت تو نمک اجازه نیتی که من نمک برو صاحب اجازه هست اینه ما تو وقتی دیگه چور میتم که نرم شه و نه چور اجازه نیست دیگه اینا رو واقعا گشنام شدیم اینجه یک نانم بخوریم یعنی یک چند دانه اگر سفال مرغ هم هستم اینجه اینا نمکم بخیر اینا تا یک ذره نمکم داشت بنداز که چی میگن نرم شوه نه بخیر خدا میگم خوب است نمکش زیاد نشه کال شور نشه نه اما اندازه باز خوب. من میفهمم دیگه پخته آشپز هستی دیگه مسافری آدم آشپز هم میسازه نه کلی عمرم در مسافری تیر شده دیازو ما دورانی که مسافر بودم خوب آشپزی بلد شده بودم باز پس که جامدم دیگه تنبل شده یعنی به کدام دوران از این پیشم یک دوران سری تیر شده از این پیش یک دوران ما مسافر بودم یک 4 سال خوب اینه تا نرم شوه
اینه دیگه. حالا تخم هم قیمت شده. قیمتی میشده، مردم خسته شده. یا خدا مهربان است. السلام علیکم. سلام علیکم جان قند. سلام علیکم. چطور هستی بابا جان؟ خوب هستین؟ ساعتم خوب بخیر است ان شاء الله. سلام علیکم مامان جان. خوب هستی؟ جان جور ساعت خوب. یک ماه اصطلاحی هم داره میگه خوشوی دوست داره، خودت هم خوشوی دوست داری. خدا ببخشش خوشوی مام فرق کنه. خدا هم ببخشش. خوب هستی؟ جور هستی ان شاء الله. بخیر خوب. میگه کدام پروگرام تخمه دیگه؟ تخم نوش جان میکنین خودت هم بفرما بشی کمی جان. سلامت باشین، زنده باشین، قسمت و نصیب. خوب گپ از خدا خوب کنه. اما ظاهرا گفتین یک خاطره بسیار خوش، خاطره خوش بگویم، خاطره تلخ بگویم از مظاهر پیش ما است. بسن یگان 8 ساله بودم، در نمی کمپانی گودی پرانبازی می شد. گودی پرانبازی می شد، همی تو یک دیدیم که یک جایی که کمک بیروبار شد، چیگه پس چیگه پس گفت مظاهر آمده. یک دونه یک گودی پران پین پرچه آینکی را، آین چشمکی را کشید و ایره دعوا قیل کرد. یک چار پین نونگه که برید بعد از این پاس تا کد گودی پرانه در طولبکس موتر خودمون، در این لحظه از یک موتر دیگه یک طفلک سر خود کشید که امزایی را ببینه. نمیفهمم که همشیریش بود یا مادرش بود از این طفلک که در سیلی در این پاس کلیش زد. همین طفلک دندانک شام خون شد، گفت پاس که سر تک من امزایی را سعی کنم. 47 سال از مردی ازی شد، روز به روز خاندانوی ازی تو یک خاندانوی که دمی شرایط سر میخوره. همی خواندنای دی یک معجزه واره بود. یعنی هیچ وقت کنه نمیشه دیگه، میشه وقت همون تو هست. شاد و خواندن یک طفل به دنیا تولد میشه، خواندن که برش میکنن بنازم قلب پا کت مادر من بیشه بگردم دور خاکت مادر من بشک کاکا جان یارا خدا کمیت نکنه. ما میگم کم قیک شیرین و بامزه خواندی که واقعیت که بسیار کیف کردیم. بسیار عالی. خیر بینی اینه دیگه اینه گشنگیم هم زیاد شد. گشنگی تخم آماده شد. اینه تخم هم آماده شد کاکا جان. بچک بلا مامو جان بچک کرد. اینه تخم هم بخیر آماده است دیگه که آماده شدن بیخی خوب صحیح اینه. همو تو یک خوش کال نسوزیم. نه گرم نیست. رنگ روخو بسیار مقبول کشیده دوستا. اینه باشه نشان بتیم بیادره را ماشاءالله. همو تو یک یک کرایی پرمزه تخم هم آماده است دوستا که دیگه امجا نان و چاشت هم بخوریم و بعدش هم میریم به طرف چشمه شفا و شما با ما باشین، ما را همراهی بکنین در چشمه شفا. بالاخره رسیدیم. چقدر مقبول است اینجا درخت انار که تازه گل کرده و خیلی مقبول است و اینجا بالا هم کس یک درخت توت تازه توتش هم پخته شده، چون اینجا هوا نسبتا سردتر است و توت شاید اینجا دیرتر پخته شده. خب میریم به داخل چشمه شفا. کاکا جان سلام علیکم. چطور هستی؟ خوب هستی؟ صحت خوب؟ بخیر هستی؟ خوش آمدید. جانه که جور است؟ قربان شما. صحتمند هستی انشالله؟ خیلی بینی سب سر کم بود که بفت آمد. چطور هستی؟ صحت خوب است؟ بیا خدا معرفی که برای دوستان ما. امی جنام ما عبدالحادی است، کارگر امی زیارت چشمه شفاست. خوجا لیاس پیغمبر صاحب نامش است. چقدر دیر است که اینجا هستی؟ ما دیگر ریزه بچه هایی کلان شدیم، 5-6 سال است که به امی زیارت خدمتگار هستیم. بسیار خوب، بسیار خوب. چه امر خدمت سید. ما امروز آمدیم که گفتیم امی چشمه شفا را از نزدیک برای دوستای ما نشان بتیم تا ببینن ایره و این چشمه چقدر به هموطن های ما از کجا میان به دیدن از اینجا؟ از امی کل از اینمی چهار طرف می از جلال آباد قندار کلگی اینمی که میلوشون بیچین اینمی جمعه ای چشمه شفاست. 72 مرض ای دواست، 72 تن دوستای نور محمد صلی الله 1400 سال پیش از مدینه امیجا آمده امیجایشان بوده. اگر ما شما بازم ترکت نکنی میریم امی چشمه است.
باز این کدام امراض ای چشم شفا است؟ این دیگه امی میگفتاد دو مرض دواست امی تمام روز امی عاشقای زیب زیارت بسیار زیاف است یو گپ میزنه برای مریض دواست امی هر مریضی که باشه پروردگار شفا میتیش یک جوان است خوجه خضر جان آقا آیات و نمی سیب نام داره نبی کریم برای زیاد واق کده بسیار خوب. بله. ما بخی مشتاق شدم مایل شدم که بریم ببینیم. شما از نزدیک بری ببینیم که بریم بخیر. بریم بسم الله الرحمن الرحیم آقا جان. ما بار اول ماست که بچه هاشم شفا بیم. آسد ما این دروازه را برای تون باز کنیم. خب. بیاین سید بیاین آقا جان ما. بیاین آقا جان تو شوین شما. بدین بخیر. آقا جان نقل. بریم باش که ما جرابای ما بکشم شکیفی. که ما که تر میشه. دیوی مرده ایجا چیز کردین شما که ما دروازه رو واق کنم خب الواز نمیشه؟ میشه میشه بریم؟ بین سید بین بین آقای ایجا بسیار اما تا یک فضای تنگ هم هست 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 بین سید آقا جان آمدین اما تو پیش بین آقا جان پیش بین چقدر اینجا مقبول هست و اینجا بخص یک شکل بسیار اما تو در داخل دام اینجا دیگه دامنیکو هست نی؟ آسه اینی این نوشته هست کدام زمان مانده اینجا؟ اینجا سیب 1400 ساله چشمه است که هفتاد دوتن از پیش جناب محمد رسول الله بین این چشمه آمده این ما دروازه شما ترم واس کردم با شما شما ببینید این امی او بنام او به شفا شما از نزدیک برید ببینید بریم اما تو پیشتر برین در میگه داخل شوی پایه که تا نببانید از نزدیک به شما چیزی که میدانه نمورم به نظر خود کار کن این امی آقا چشمه شفاست در روز اگان ست یک و نیم ست باش که هم از این امی جاو مردم میبرن نامش آب شفاست قربان شما بسیم کوکا جان؟ جان ای آب از این چشمه از کجا میایه؟ این از فرق کو میایه از کومی آیا؟ بعض آقا سیب خود خضر جان آقا جوان بسیار خوبی استک عیات استک سیب کوکو جان ایجا دستکاری هم شده یا نه؟ به شکلی که هست اینه امی حالت طبیش هست شاید خود اگر دستکاری گک شده باشه بعد از این دیگه ای 1400 ساله چشمه است از او بالا جناب خوجه خضر جان آقا از پروردگار خواستم و دین مسئول سیل سیلا باد باران توفان است عاشق از یای این مردم کابل افغانستان ما هست باز آب از یان بعض وقتا زیاد میشه یا نمیشه؟ این چشمه را در کل جهانی کندم و دیر مسئول سیل و سیلا و باد و باران و توفان اینه میخواد کوکا جان آب از این چشمه هم بعض وقتا زیاد میشه که تای بلند شوه یا نه؟ از امی جا کندن 140 سال پیشتر از امی او موری کندن به چای غزنی این حال باز بخیر و بخوی دولت ما آرام شوه باز بیاین اینه میجاره جور کنن به نسل آینده فهمیدی چیزی که مریض دنیا دیوانه جهان بیاد این شدای لابت سر به خود چقدر دوستا سیج مقبول وقتی که امی آب ازی از بالا اونجا با قطراتی که میرز پایین به خود از چشمه و ما میبینیم که یگان تو مویگکا هم هست اینجا گشت و گذار میکنن حالا چه قسم از جواب بگیریم من بگم اینجا دولت این مرا به چشمه ترم مرا قربان این امیگه که خیلی است اون اونجا دمو طرفت بود جای پای داره با بچه هست اون دوست جای پای داره متوجه باش در سنگ جای پایش هست بسیار با خبر باش تو این امی آب شفاست بخوری اگه خود برادر این آب چشمه شفا که ما از این کمه نوش جان کنیم همه تو بگی که تم دانو همه تو نوش جان آقا جان کن قربان قدم های شما در وقتی که از قدم شما پریشانی و سلطن ما خلاص دارد طبیعی که از بالای کو و به شکل قطرات بسیار کوچک می آید به این چشمه و چون ما بار اولم بود که اینجا آمده بودم وقت که بر ما خیلی تجربه آور بود و 1400 ساله سو سپیدی ها را سایی بود تو دیستم میگم نی؟ چون که یک منظوری دیگر اما تغییرات کیمیایی که صورت گرفته و ای احجار به این شکل کل جهان پروردگار ما به خاطر با وقت که یک موزیک هم خیلی آرام هم اینجا تشکیل داده همین صدای آبی که اینجا میچکه همون گپ میزنه
بله. همی که گفتی آب گپ میزنه منظور تو نمی بود. آها گپ میزنه سه بر. اگه بوتل در یه او بفته کسی هست مرم میگه که اونو بوتل ها را از اینجا جمع کنه چوب در آزم میرم بازه که اون ازم اونجا این بوتل ها را جمع میکنه اما تو حس میکنی که برد کسی چیز میگه؟ آه آقای داره تو جوان هست حیات هست سکسه اگر یه اگه کامار ایجا نبینی یه کمال داره بله بله خب بسیار زیاد تشکر کاک عبدالهادی واقعا که اما تو چشمه شفا او شفا خوده قربان ریشت کاک عبدالهادی بسیار زیاد تشکر واقعا که دوست عزیز همینجا فضا هم تنگ است و این دقایق بر ما خیلی خوشایند گذشت و شما ادامه برنامه را ببینید ما را همراهی بکنید خب اینجا در گوشه هم یک کاکا شیشته که حتما فکر میکنم اینجا کراچی و امی دکان مربوطش میشه کاکا جان سلام علیکم سلام علیکم جور هستی صاحب خوب اجازه از بشینم در این پولیت یک چند دقیقه دار دپه چطور هستی اما تو چی میگن همو وطنی بگویم پایتوه که گیر کردی شیشتی دیگه در امی صبح شکر دیم نگه چطور هستی جان جور هستی اسمت محمد علم کاکا محمد علم چقدر دیر میشه که دیجا امی دکانت هست دیجا کار میکنی؟ دکانم که یکان ده دوازده سال شد که است خب ده دوازده سال بله پیش از او چی میکنی باز؟ پیش از او کسب ما خوشکشویی بود خب خب بسیار خب دیگه باز اتمن مزه نمونده خوشکشویی مزه نمونده مام زهر شده مام زهر شده میگو کار زور طلب است نه نام خدا جوان هستی تر تازه هستی جوان چیستی امروز تو براونده استیم نه خداوند ما میگم تو صد سال عمر بتید لبایت پر از خنده باشه همراه شما دوستا چطور از باز کاروبار شب و روز بخیر تیر میشه کاروبار شکر از دیگه چیزی که خدا برات مقرر کرده و نمورم یه چیز بشه از او نزیاف میشه نکم خود خدا صاحب گفته که دو چیز از من نتر یکی روزی یکی مرگ یکی دو چیز من میتونم بشک حتما باز فامیل چند نفر از در فامیل تعدادش؟ فامیل نام خدا 13 نفر است 13 نفر؟ یک بچه یک پایان قطع خداوند بخیر جور داشته باشیش سلامت باشی امروی شما دوستا بخیر باش پدر جان قربانت شما سلامت تانه ببخشید بخیر بفرمایید خب دوستا کاکا را دیدیم و اینجا هم کس یک دند آبی است که میگن که آب از اینجا از ولایت لوگر میاد اینجا و ایرا بر برام دند شهدای صالحین هم یاد میکنن هرچند که فعلا آبش نسبتا کم شده و جوان ها هم میاین اینجا بازی میکنن و وقت خود سپری میکنن و گفتم میشه که قبلا در گذشته ها امی دند آب جایی بوده که در او استقامت خیلی دورتر از اینجا ظاهرشاه برش یک تخت جور شده بود و ساخته بودن و اینجا میامد و شکار میکرد و روزایش هم به خوشی سپری میکرد و میگن همچنان که در این دند مرغابی های رنگ و رنگ بود و همچنان پرنده های زیبا بود که زمینه خوبی را فرام ساخته بود به خاطر شکار دیگه آلم که میبینیم که آبش هم نسبتا کم شده و امو فضای سابق و امو محبت سابقی که اینجا بوده و بیشتر میامدن اینجا با ساتیری و بازی خیلی هم کمرنگ است. اعضای دل ما هم رسیدیم به پایان برنامه امشب ما تا هفته بعد شما را به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.